آقای حسن خوبی؟ خوش اومدید. مخلصم زنده باشین. من سلام میگم خدمت شما همه حضورا و همه خوب و خوش و سلامت باشین. در خدمتتون هستم. درود بر شما، خدمت از ماست. من منتظر شما تجربتون رو بگیم. ببینیم که گفتارتون رو. من استارت کار مهاجرت تقریبا 5 سال و نیم پیش زدم. یه سفری توریستی اومدم استرالیا و بعدش که برگشتم فروردین 97 بود که استارت زدم. از فروردین 97 تا تقریبا یک سال گذشته کلاً یه مرثیه کامل بود دیگه، یعنی همش بدبیاری پشت بدبیاری و هر دری که زدی نشد تو اون فرایند. حتی من با اینکه یه کار خیلی خوبی داشتم، یه شرکت خیلی خوب بودم دیگه اونجا، حالا قبلش با یه مجموعه مهاجرتی دیگه کار میکردم، تصمیم گرفتم حتی استفاده دادم از کارم بیام بیرون، چون نمیتونستم با حال صنایعی که لیسانس بود اصلا امتیازم اینقدر بالا بود که گفتم بیام بیرون بشینم بخونم که 79 بگیرم، که تا اومدم بیرون خورد به کرونا و اصلا همه چیز رفت رو هوا، خیلی یه چیز پیچیده شد. ولی تقریبا یک سال و نیم پیش بود که این سیگنالای باز شدن در راه که اومد، من دیگه واقعا به این فکر کردم که، چون خاطرم هست که یکی دو بارم شما تو سمینارا قبلا فرموده بودین که ویزای دانشجویی یه جوری که خیلی میشه روش حساب کرد، حالا باز نشد داره توش، ولی اسکیل ورکر ممکنه یکی الان اقدام کنه 10 روز دیگه دعوتنامه بیاد، یکی هم اقدام کنه 5 سال هم هیچ خبری نشه. با توجه به اینکه داشت سنم هم میرفت بالا و ممکن بود دیگه امتیاز کامل دست بدم، تصمیم گرفتم که این کارو بکنم و خب برای منم به حال ریسک داشت اون داستان، ولی اقدام کردم. ولی خب پلن داشتم دیگه، یعنی من مثلا همه این چیزا رو هی تحقیق کردم، بررسی کردم، ویدیوهاشو هم دیدم. اون موقع خیلی اشاره می‌کردن که اون چیزایی که برای اسکیل داری میدی رو حواست باشه، برای دانشجو داری میدی رو حواست باشه، بعداً همونا رو باید برای اسکیل بدی. خیلی این چیزا رو همش حواسم بود. با پلن اومدم تقریبا 9 ماه پیش که اومدم، یه هفته استراحت کردم، هفته دوم بسم الله رو گفتم و فرآیند اسکیل ورک رو استارت زدم. با تیم ویزا یعنی با اسمارت اپلای اومدم که اون موقع در واقع زحمت‌ها گردن خانم هایری بود، بعد دیگه اومد خدمت شما و آی میر بود و یه 3 ماه بعدش در واقع ای آی صرف کردم دیگه. حالا تون یه سال دیگه هرچی اون بار بد بیاری بود، خدا رو شکر یه سال یه خود تا اینجا خوب اومد و توی فکر کنم 10 روز در اسنامه 190 هم اومد و الان هم که دیگه 2 ماه و نیم 3 ماه یک کلاش کردم و حالا منتظریم که ایشالا دیگه کاملا پرونده ختم بشه دیگه. خب حالا الان اولا من هیچ گونه هماهنگی با احسان قبل جلسه نکردم، اصلا من نمیدونستم علی احسان میخواد چی بگه، اینقدر بی اطلاع. فقط بچه‌ها به من گفتن دو تا مهمان داریم، همین راستش بگم صادقانه، و اینجا داشتن از اسم تو از بچه‌ها میپرسیدن که بچه‌ها الان کیه مهمانم. احسان الان که تو استرالیا هستی و خودتو مقایسه میکنی با بقیه بچه‌ها که با دانشجوی اومدن و درگیر مهاجرتن، واقعا حس خوبی داری؟ چون الان تو به نظر من خیلی خیلی شرایط خوبی داری تو استرالیا. قطعا خیلی حس خوبی دارم. ببین من یادم یه بار، حالا اینم من بگم، واقعا من اصلا نه زینفم، یعنی برای من نه هیچ سودی داره. البته چرا، من دوست دارم که اینجا بیشتر هموطن خودم ببینم، وقتی هی میبینم سایر ملیت ها اصلا چرا هموطن من نباشه، از این حیثش حتما زینفم. ولی اینکه حالا مثلا مؤسسه ویزاپیک باشه، شاید یه سری از دوستان بیان برام با یه مؤسسه دیگه اصلا بعد از این جلسه کار کنم، ولی هدف واقعا همون رسیدنی که شما میفرمایید. من خودم خیلی خوشحالم به خاطر اینکه من همه چیمو سعی کردم، اون متغیرهایی که نمیتونیم کنترلش بکنیم که اونا که دست ما نیست، ولی اونا که میتونیم کنترلش بکنیم سعی کردم بهترین باشم، یعنی یه استراتژی درست بردارم. میدونستم رشتم صنایع است، میدونستم بخوام بیام و من هدفم این بود که بیام پرت، چون داداشم اینجاست، پرت از بیرون نمیگرفت مهندس صنایع رو، من اگه میخواستم باید میومدم اینجا. یعنی ببین همه این بررسی رو سعی کردم تا جایی که میتونم و میفهمم و بلدم خودم رو تقویت بکنم، و وقتی که اومدم اینجا الان من خدا رو شکر خیلی جالبه، یعنی 190 هم که گرفتم روی کارفرما گرفتم، یعنی من 2 ماه بعد از که اومدم رفتم یه شرکت صنعتی اونجا مشغول به کار شدن و خدا را شکر کنم خیلی با من همراهی کردن تو نامه هایی که دادن، یعنی یه جوری دادن همسو باشه با رشته مهندسی صنایعی که من موضوعی بهم نخوره، و الان خیلی خوشحالم چون به محضی که من ایشالله بتونم ویزامو بگیرم، محدودیت ویزای کاریم برداشته میشه، حالا دوست داشته باشم تحصیلامو ادامه بدم، دوست نداشته باشم میچسبم به کار،
خیلی فرق میکنه که تا صبر کنم این دو سال تموم شه، آیا بشه آیا نشه، دوباره قوانین چی میشه، استرس ها. یعنی واقعا من یک تحمل ندارم، ترجیح میدم که برنامه‌ریزی شده برم جلو، کار تموم بشه و دیگه پروژه ختم بشه. بله واقعا خیلی خوشحالم. اگه که مثلا فرض کن که برادر خوده توی ایرانه و الان برای استیل ورکر اقدام کرده، با هر کسی هم که دلش میخواد اقدام کرده، و به تو زنگ میزنه میگه که یکی به من گفته با ویزای تحصیلی اقدام کن ولی حواست باشه استیل ورکر تو به هم نریزی، تو به برادر چه توصیه میکنی؟ این قسمت آخرش رو میشون دوباره توضیح بدید؟ منظورش این بود که یعنی یکی گفته با اسکیل ورک دانشجویی بیا و حالا مثلا اسکیل ورکر تو داشته باش، منظورتون اینه؟ برادر تو برای اسکیل ورکر شروع کرده، یه جای مشاوره میگیره، طرف بهش میگه که با دانشجویی اقدام کن، همین مشاوره که من دارم میدم، خود من دارم میدم و دارم، یکی بهش میگه با دانشجویی اقدام کن، بعد برادر تو میگه باشه، بعد میاد با تو مشورت میکنه برادرت، به تو میگه که من چیکار کنم، چون که نمیدونم شاید این میخواد بیاد دانشجو با من قرارداد ببنده، نمیدونم میشه نمیشه، کدوم اسکیلمو بذارم کنار، تو بهش چی میگی؟ ببینید من واقعا اتفاقا چند وقت پیش که از بچه‌ها که اصلا یه وکیل دیگه داشت کار میکرد دعوتنامه‌اش اومد 491 بود، بعد 8 ماه اومد، اصلا متعجب بود، خیلی زود به دستش رسید. بعد من واقعا اینو بهش گفتم، چون پلن کرده که 6 ماه 7 ماه دیگه بیاد. ببین بعضی موقع من خودم منم اینجوری بودم، خیلی کمالگرایانه میبینم برم پی تی ای 490 امو بگیرم، برم همه چی آماده بشه، همه پول آماده باشه، بعد اونجا اقدام کنم یه موقع. واقعیتش دیگه انقدر ما عدم قطعیت داریم، همه چیز تغییر میکنه. من واقعا بهش گفتم من که الان اومدم اینجا خدا شاهده یک ساعت اگه میتونستم زودتر بیام با زودتر میومدم، چون اون یک ساعت زودتر اومدن یعنی یک ساعت جلوتر بودن، یعنی موقعیت های کاری بیشتر، یعنی من زبانم قوی تر بشه. این که همش میتونستم تو ایران برای خودم میگفتم من الان برم مثلا فلان مدرک زبانو بگیرم بیام اونجا برم سخنرانی انگلیسی کنم. واقعا من آخر امتحانی که دادم 2.80 خورده ای داشتم تو پی تی ای، 2.70 خورده، یعنی دم 79 بودم. آیم باورتون نمیشه 3 ماه که اومدم اینجا منگ بودم، یعنی انگلیسیم در سطحی بود که فقط میگفتم اپل و بلک بورد و بدون تعارف دارم میگم، یعنی اصلا مغز من آچمز شده بود تو یه محیطی که همه انگلیسی فهم میکنن همه انگلیسی. ولی بعدش یهو دیگه کم کم راه افتادم و رفتم جور. در نتیجه من واقعا اگه کسی شرایطش رو داشته باشه و باز برگردم میگم ای کاش سال 97 که اقدام کرده بودم، ای کاش اون موقع اگه دانشجو اومده بودم، اما الان خیلی شرایطم فرق میکرد، الان 3 سال 4 سال واقعا جلوتر بود. پسن تو صنایع خوبی، چقدر شکل منی. خیلی خیلی شبیه خیلی باید همزاد پنداری کردم، خیلی جالب صحبت خیلی، حالا من چون خوشم اومده میگم جالب شد، بقیه دلش نخواد اصلا خوش شد نمیشه، ولی من چیزی که میگم مثلا نه که الان میگم، من از زمان کووید اینو میگفتم، من میگم استراتژی من تو اسکیل ورکر چیه؟ با 50 امتیاز بیا تو سیستم، بعد امتیاز زیاد کن، چون امتیازهای 50 رو برمی‌داری تو این فاصله اگر این شانسی باشه. استراتژی من تو اسکیل اینه که همزمان با روزی که با اسکیل ورکر تو شروع می‌کنی به فکر راه ورود به استرالیا باش، چون عمرتو اونور نذار با تو ایران با مدل ریالی بیای جلو، بیا اینور تو استرالیا با دلاری تجربه کن. استراتژی من اینه که تو قرار مهاجرت کنی، مهاجرت که پروسه لانگ ترمه. حالا تو میگی 3 ماه اول هنگ کرده بودم، من بهت میگم که اون پکیج مهاجر شرقی ما رو نمیدید یا نه، روز اول مهاجرت، ماه اول، سال اول، خیلی جالبه. ببین مهاجرت هر سالش تجربه های جدیده، یعنی تو امروزی که داری تجربه میکنی سایکلت مثلا سایکل 3 ماه اول، مثلا سال بعد میری رو سایکل سال اول. اونایی که 30 سال رفتن جلو، 30 سال این سایکل رو اومدن نوشتن که تو مهاجرت ما چه سایکلی رو تجربه میکنیم. خیلی جالبه، تو یه دور سایکل ایرانی میگیری، یه دور سایکل استرالیایی میگیری، یه دور دیگه سایکل ایرانی استرالیایی میگیری، در نهایت بعد از تو مثلا 20 30 سال آینده میگی من یه ایرانی استرالیایی ام، هر دو کالچر رو میپذیری، همه برات جالبه، ولی الان مثلا زیر سوال میبری ایران چی بود، چرا اینجوری برای یواش یواش این درو. خیلی جالبه این کار، این سایکل تو یوتیوب هم بزنی هست سایکلش. آقای دکتر هولاکویی هم یه ویدیو رو این داره، من یکی از جلسام حتی پلیش کردم تو استرالیا، گفتم این سایکل رو نگاه کنین، خیلی پنیک نکنین. یه نفر من دیروزشم توی حالا اینجا نباشه حتی باشم بد نیست،
داشتم توی خب اینجا منو میشناسن، یعنی دوست دارم مثلا میبینن میشناسن، یکی بود منو شناخت، من فهمیدم منو شناخت، یا خانم آقای بودن، احساس کردم خانم خیلی ناراحته، بهش همجور رفتم گفتم، گفتم چرا شما اینقدر ناراحتی، چی شده، چرا اینقدر قصه میخورید؟ با خودم گفتم احتمالاً تازه اومده استرالیا، شغل نداره، داره قصه میخوره. بعد همونجا نشستم باهاش صحبت کردم، یه بچه‌ام داشتم، خانم خیلی ناراحت بود. آقا این دو سه ماه بود اومده بود استرالیا، از قضا معلمم بود، الان توی مؤسسه داشت الیکاس درس میداد، یعنی درس زبان میداد، خیلی موفق بود تو دو سه ماه. بهش گفتم خب درد چیه، درد چیه تو این ناراحتی؟ گفت که خب من نمیدونم، میخوام برگردم ایران، اصلا اینجا خیلی. گفتم ببین تو سایکل مهاجرتی رو خوندی، یه ذره درباش اطلاعات داری؟ گفت نه. گفتم برو سایکل تو بخون، تو سایکل سه ماه سایکل دپرشن، باید تو دپرشن باشی، اگه الان دپرس نشدی منتظر باشی، سایکل به سایکل دپرشن میرسی، تو زود رسیدی، فقط خیلی زود اومدی تو سایکل دپرشن، یکی دیگه ممکنه سر 4 5 6 ماه برسه به سایکل دپرشن. این که داری میگی، مثلا شخص میگه من چرا باید زودتر بیام استرالیا، میگم ببین تو باید سایکل مغزی تو تو مهاجرت تنظیم کنی، حالا تو بیا استرالیا، دارم میگه من با تحصیلی بیام مثلا حق کار ندارم، میگم تو 48 ساعت در دو هفته حق کار داری، بیا حالا اونو استفاده کن، مغزت رو با اون تنظیم کن، بعد میری سایکل بعدی، میری سایکل بعدی. ولی نمیدونم، منم حق میدم مثل تو، یعنی خودم هم تو ایران بودم، واقعا دیدن این چیزها خیلی پیچیده بود، یعنی الان برای من 8 سال شده برای من. چه چیزی میخوای اضافه کنی قبل از خداحافظی؟ والا من هم چیزی که به نظرم میرسه، اون چیزی که برداشت من مسئله مهاجرت شما استاد قضیه، من خودم هم سالها شما رو فالو میکردم و البته اینم بگم خیلی خوشحالم یه مجموعه مهاجرتی دیگه بودم و اصلا راضی نبودم، هزینه هم مردمم داشت که بیام شیفت کنم به مجموعه شما، ولی این کارو کردم، ولی الان خیلی خوشحالم به خاطر اینکه ریسک نکردم و اونی که گفتم سعی کردم اون قسمت های متغیرایی که میشه کنترلش کرد بهترینم باشم، یکیش همین انتخاب مجموعه شما بود که به نظرم اوکی بود. من فکر می‌کنم هر چقدر ما بتونیم اون قسمتایی که دست خودمون، اون قسمتایی که نیست مثل دیشب که مثلا 75% افت ظرفیت داشتی، واقعا دست خودمون نیست دیگه، ولی اونایی که دست خودمونه بتونیم بهترینش باشیم و بتونیم پیش ببریم، به نظر من مسیر بازیه و واقعا من دوست دارم که هموطنامو اینجا ببینم. من برداشتی که تو این مدت داشتم آقای امامپور، هم کار و هم درس، من دیتا ساینس ایسیو میخونم که همین آقای عدم اومد اونجا پرزنت کرد و هم کار، واقعا به نظرم ما نمیخوام ناسیونالیستی به داستان نگاه بکنم، ولی اصلا بحث آی کیو اینا نیست، بحث اینه که انگار ما خیلی روحیه جنگنده داریم، ما از چشمونی که با میکنیم داریم تلاش میکنیم برای دانشگاه، برای کار، برای ازدواج، برای همه چی، ولی وقتی من اومدم اینجا دیدم که نه، انگار همه چیز روی روال، یه خود تورم میره بالا، همه میریزن و هم بالا، ما همه این چیزها رو عادت داریم، چیزی خودمون رو عادت کنیم. سرتون رو در نیارم، کسی که این روحیه داره به نظرم تو فضای استرالیا خیلی میتونه موفق باشه. و چرا هموطن من نباشه اینجا؟ چرا من کسای دیگر رو دارم بیشتر میبینم؟ دوست دارم هموطنم همزبونم اینجا بشه، بیان دارن رشد کنن. هر کی من اطراف خودم میبینم، کسایی که همه اکثرا آدم موفقی بودن، حالا از صفر شروع کردن، از صفر شروع کردن نداره، حالا اولش آدم میره کارو کجوال میکنه، ولی مسیر روشنه. امیدوارم که واقعا کسایی که تو این مسیر هستن رو بتونیم اینجا ببینیم. دمت گرم احسان، خیلی من خودم حال کردم با چیزایی که گفتی، واقعا دمت گرم، خیلی حال کردم. من کلا با آدمای کلا یه قانون دارم، آدم منفی رو باش نمیشینم، اگه همه اینو رعایت کنی تا به معنی که یکی منفی میشه من بلند میشم میرم. لیلا میدونه الان اینجا داره میشینه حرف من، طرف میشینه منفی میگه، میگم لیلا از این حلقه بیا بیرون، آدمای منفی رو توشون نشین. یه قانون هست، ما میانگین 5 آدم نزدیک اطرافمون هستیم. پس هر کسی 5 تای دور برش رو نگاه کنه، اگه 5 تای دور بر منفی مطمئن باشین زندگی ما منفی است، شک نکنید، و خودمون انتخاب میکنیم کی دور برمون باشه. حالا درس های زندگی ندیم، ما خودمون دانش آموزیم. بله مرسی احسان، خیلی لطف کردید. خوشحالم قربان شما، زنده باشید. ممنون، خدا حافظ.